سلام دوستان، انیاز حیاتون بوده. خب ادامه درس همون، درس هفتم تیرکو. در ادامه درس ها در واقع حروف تاکیددار و در واقع اون حروفی که مثلث ادغامی بودن میتونم یه مورد رو عرض کنم. تا اینجا یه مثبت ا خوندیم، یه مثبت ا خوندیم، بعد در این طرف رو درست باشه این رو میذاریم ا و ا. در ادامه میخوایم یه مقدار بیشتر پیش بریم. یه مثبت دیگه بخوام بگم خدمتتون، مثبتی هستش از ترکیب او و ای تشکیل میشه، او بعدش بلافاصله ای. این اگه اون بذاریم میشه و. ببینیم کوریا و واب ندارن، مثل انگلیسی که دبلیو و خونده میشه. مثلا میگن من لباس پوشیدم، where نیستش where، خب یا مثلا کجا where are you where w where خونده نمیشه، where خونده نمیشه. کوریا دقیقا همینه، و باب ندارن، این میشه و. اما اگه یه حرفی به جای اون قبلش بیاد صدای ایک میده، این الان که چه، این خودشم سه. ببینید سه درسته؟ خب یه صامت تأکید داره دیگه بخوام بگم خدمتتون، اینو یادتونن این صدای ت میداد اول کلمه، وسط و آخر صدای د میداد. مثلا ت، مثلا تو. خب اما اگر بخوایم حرف تاکیدی رو بذاریم که همه جا صدای ت بده اول و وسط، این رو میذاریم. این در واقع دکمش هم کلید کنار Z X هستش، اگه فشار بدیم این با این R باشه میشه ت. حالا فرق تلفظ رو ببینید، این میشه ت، این میشه ت، تأکیدم بیشتر شد، یا این تو، یا این تی، یا این ت. اوکی؟ یه حرف مثبت دیگه بخوام بگم، یه او با ای هستش، یه او با یه ای. این صدای وی میده، وی نها، وی. دقیقا مثل همون دبلیو با ای، وی. مثلا اینگه بذاریم طرف درست باشه میشه وی، این میشه کوی، کوی. گوش یعنی این یکی میشه شوی، این یکی موی. دقیقا همجوری. خب بعد این میشه چی؟ این میشه شی، 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 شی. یه ذر شی کامل نه، شی، شی. خب این حالت شی، شی. یه تاکید دارم که روش دقت کنی، این سی نیست چون که یه سی نداره، این شی. اوکی؟ یه صامت دیگه بخوام بگم خدمتتون، صامت این رو یادتونه صدای پ میداد اول کلمه، وسطش صدای ب میداد. بعد مثلا اینو گفتیم میشه چی؟ میشه پی، پی یعنی باران. خب اما اگر بخوایم همه جا صدای پ بده از این استفاده میکنیم. این کلیدی که عرض میکنم کلید در واقع وی صفحه کلیدتون هست که صدای پ میده، این میشه پی، این میشه پی، تاکید بیشتره. اولیه این معنیش بارانه، دومیه پی یعنی خون، بلو. پی 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 تاکید بیشتره، پی پ، بعد پ، پیو، هو، دقیقا به همون صورته. اوکی؟ بعد یه مثبت دیگه هم میخوام بگم، اینم قاطی نکنید، فقط یه مرور میکنم آخرش. یه مثبت دیگه، مثبت ادغامی دیگه
مثلا آم این آسونه، یه او با یه ا، او با ا و میشه. ببینید یه او بذارم، یه او بذارم و یه ا میشه و و و نه ها و دبلیو با ا و و. مثلا این میشه کا، کا گفته نمیشه، کا یه ذره و و واردش میشه، بیشتر انگار میگین که، ولی که کامل نیستش، که که. یا مثلا ت بذارید تا، یا فرزن ر را، یه مقدار و هستش ولی کم، خیلی کم، مثلا تون حرف زدن نمیاد توی صحبتتون. خب بعد در ادامه یه صامت دیگه، صامت تاکید داره دیگه، تاکید ها که دیگه نداریم، مشددا رو باید بگم که میذارم واسه درس بعدی چون تاکید ها خیلی زیاد نشه، قاطی نکنید. خب یه مروری داشته باشیم، پس این درس یاد گرفتیم، توی این درس یکی این ا رو یاد گرفتیم، او با ای میشه ا، اگر اون بیاد میشه و، اگر هر حرف دیگه ای بیاد میشه مثلا این که، این یکی میشه نه، این یکی میشه چه، این یکی حتی میشه سه، به این صورت. اگر در واقع او با ای بیاد صدای وی میده، اینگه میذارم میشه وی، وی معنی رو میده، روی یه چیزی، بالای یه چیزی، آب. البته تو جهت ها در ادامه توی دوره بعدی نمیخونیم. یا مثلا کوی یعنی گوش، تری یعنی پشت، حالا اینا همه هستش، به این صورت هستش. و در واقع برای مورد بعدی صدای صامت بود که گفتم خدمتتون، مثلا اینو گفتم صدای ت، ت تاکید داشت ت، یا پ، پی مثلا میشه پی، به این صورت. و دیگه یه دونم که او و ا رو گفتم که صدای و میده، این هم میذارم و، کوا یا فرزن و، به این صورت. الان کوا که اینجا هستش که بعد درس رو منظورم نشون میدم، چیل کوا درس هفت قسمت بالا اینجا. خب که در ادامه حالا بعدم میخونیم، اینا رو خوب تمرین کنیم، یا چیم کنبا هسته رو خیلی خوب تمرین کنیم، سوالی داشتیم بپرسیم حتما جواب میدم تا اولی فرصت. موفق باشین، مبارزه اون هایتین هایتین، و تو جهسته رو کنبا هسته رو انیونی کسه رو دومن نیا، انیونی کسه رو